اما مهمانان امشب برنامه زاویه، جناب آقای دکتر حسن مهندس، حسن محدثی گیلوایی، استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، و عزیز دیگر جناب آقای دکتر هادی صادقی، معاون محترم قوه قضاییه و استاد دانشگاه. ما برای اولین بار بعد از 6 سال در زاویه، ظاهرا اولین باری که توفیق داشتیم که در خدمت آقای دکتر صادقی باشیم، و به خودمون میبالیم که ایشون دعوت ما رو اجابت کردند و به برنامه اومدن با همه اشتغالات علمی و اجرایی که داشتن. ما امروز مشاهده کننده دو جریان هستیم، یک جریان کوچک و ضعیف و بسیار حقیر اما سازماندهی شده که اغتشاشات چند روز گذشته رو پیگیری کرده و ایجاد کرده، و یک جریان وسیع و دریاگونه و اقیانوسگونه مردمی است که امروز مشاهده کردیم، البته روزهای پیش هم در شهرهای دیگر دیدیم این جریان. خب من میخوام نکته ای رو اشاره بکنم، چون بار چهارم هست که در این برنامه شرکت میکنم در برنامه زاویه، و البته هر بار که در این برنامه شرکت میکنم از سوی دانشجویان و از سوی همکارانم مؤاخذه میشم که چرا در یک دستگاه غیر مردمی و عرض کنم دستگاهی که انگار رسالتش تولید دروغ هست شما شرکت میکنید. من ناچارم که توضیح بدم. اینجا شما هم که غیر مردمی بودن و دروغ قراکنیش رو اعتقاد نداری؟ من اتفاقا معتقدم که صدا و سیما در قلمروی به خصوص در قلمروی سیاسی به طور سیستماتیک دروغ میگه، و عرض کنم که من چندین سال است که در حوزه دروغگویی دارم کار میکنم، اشکال دروغگویی رو میشناسم و مطالعه کردم. حالا تو این یه ادعای خیلی بزرگه، اشکالی الان هم فرصت نیست که اینو بررسی میشه با تحقیقات تجربی با رجوع به نخبگان جامعه این رو در واقع به طور تجربی مطالعه کرد و آرای نخبگان و صاحب نظران و حتی آرای خود مردم رو گرفت و بر اساس مطالعات تجربی در واقع بحث کرد. البته من یه اختلالاتی هست، مثلا دروغ‌هایی بالاخره یه وقتایی اتفاق میفته، مثل هر آدمی ممکنه این کارو ازش سر بزنه، حالا شاید بشه پذیرفت، ولی اینکه سیستمی این یه ادعایی که باید حالا بعدا گفته بشه. بیش از این است. در واقع صدا و سیما اساساً رویدادهای به خصوص سیاسی و خبری رو به جای اینکه در واقع گزارش بکنه و خبر بده، در واقع اون رو تبدیل میکنه به تبلیغات سیاسی بر مبنای یک دستگاه فکری خاص که در واقع از یک جناح خاص در واقع حمایت میشه. بنابراین عرض کردم که حتی صدا و سیما بارها صدای خود منتخب ملت رو هم عرض کردم که تحریف کرده یا عرض کردم حذف کرده و کاملا پخش نکرده یا دست کم به موقع پخش نکرده. وقتی که در واقع این رسانه که به ظاهر رسانه ملی هست، مقامات منتخب کشور نمیتونن اونطور که باید ازش استفاده بکنن، اون وقت صدای کسانی که بی صدا هستن در درون جامعه چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که اونا صدا داشته باشن در این رسانه؟ عرض کنم که شما وقتی که گزارش های مربوط به رویدادهای سیاسی رو تبدیل میکنی به تبلیغات سیاسی، تبلیغات ماهیتا همراه هست با دروغ، ذاتا تبلیغات آکنده از دروغ هست.